نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه هفتم ذی‌قعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه حکم وادار کردن و اجبار مردم به انجام واجباتی همچون رعایت حجاب فرمودند: در تاریخ پیامبر اکرم و در تاریخ امیرالمومنین صلوات الله علیه ما هرگز نقل نشده که مردم را به چیزی اجبار کرده باشند. معظم الله در ادامه فرمودند: بلکه برعکس روایاتی رسیده که حضرت فرمودند اگر می‌خواهید زکات بگیرید و کسی می‌گوید که من ندارم، حتی اگر دروغ می‌گوید نباید به او اجبار شود، و این معنا در همه واجبات اطلاق دارد و فقها در این مسئله اتفاق دارند. ایشان با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم فرمودند: با آنکه اجرای حدود الهی از واجبات است و نه تعطیلی بلکه حتی تأخیر در اجرای آن از محرمات است، و این حکمی که امروز امکان اجرای آن وجود دارد به تأخیر افتاده و به فردا موکول شود، از کبائر شمرده شده. پیامبر اکرم حسب این روایت فرمودند که من در بسیاری از موارد اجرای حدود را تعطیل کردم تا نگویند که این پیامبر بی وفاست و از تقبیر ان یقال استفاده کردند، یعنی از مشرکان و نه مسلمانان بگویند. معظم الله همچنین تاکید فرمودند در زمان پیامبر اکرم بسیاری از افراد مرتد شدند و مانند منافقین حتی با آن حضرت بدترین دشنام ها را می دادند، اما رسول خدا برای هیچ کدام از آنها احکام ارتداد را اجرا نکردند، و حتی در زمان امیرالمومنین هم کسانی با آن حضرت جنگیدند و اگر می توانستند مانند ابن ملجم حضرت را به شهادت می رساندند، اما امیرالمومنین هم احکام و حدود را در مورد آنان اجرا نکردند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، یا در نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام زنی زیبا میاد بگذره و گروهی نشستن و اینا چه اعتراض میکنن، حضرت به مردها امضا رو هشدار میده. اجباری آیا وجه وجیه واقعا در آیات و روایات به نظر بلند از تاریخ هست؟ همون روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و ابن عباس که فرمودید در احکام الزامی روایتی که سند معتبر نداره قبول نی، همون روایتی میلی سند نداره. ولی هذا من شما جایزه هم چی کاری کنیم؟ این مسئله را شیخ در مکاسب رضوان الله علیه دو کلمه فرموده و رد شده و نظر نداده، و در شروع مکاسب بحثش رو کردن که آیا همین جوری که نهی از منکر واجبه، منع از منکر هم واجبه. دو کلمه شیخ انصاری گفته آیا منع مثل نهی میمونه؟ رد شده آیا گفته، و نه دلیل میخواد. همونجا معلوم نیست آیا اگه من و شما بودیم باشیم جای پیغمبر صلی الله علیه همچه قصه بشه، جایزه دست به صورت طرف بزنیم بارش کنیم؟ شیخ انصاری گفت من نمیدونم دلیل، چون هر چیزی دلیل میخواد در احکام الزامی، وقت اون روایت معتبر نیست، سندن نمیشه بهش اعتماد کرد.